درود به دوستان خوبم، الهام منش هستم. اگر ویدیوها رو میپسندید با سابسکرایب، لایک و کامنت هاتون باعث دلگرمی من میشید. ویدیوها و استوری ها رو میتونید از طریق صفحه اینستاگرام من نیز دنبال کنید. پرژن کلندر. سپاس. جبار باغچه‌بان، بنیانگذار نخستین کودکستان و مدرسه ناشنوایان ایران، در 19 اردیبهشت سال 1264 خورشیدی در ایروان پایتخت ارمنستان دیده به جهان گشود. جدش از ایرانیان تبریز یا ارومیه بود. باغچه اطفال نام کودکستان میرزا جبار اسکرزاده در تبریز بود که به واسطه آن نام خانوادگی خود را از اسکرزاده به باغچه‌بان تغییر داد. خودش در این باره می گفت: یک روز یکی از دوستانم به شوخی به من گفت تو برای بچه های تبریز باغچه دایر کرده ای و الان باغچه داری می کنی. تو باغچه‌بان شده ای. و پس از آن شوخی من باغچه‌بان را به جای اسکرزاده برای نام خانوادگی موقع گرفتن شناسنامه ایرانی انتخاب کردم. باغچه‌بان در مکتبخانه قرآن و زبان فارسی را فرا گرفت، اما در 15 سالگی به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرد و مدتی در شیرینی‌پزی پدرش مشغول به کار شد. در همین دوران برای روزنامه فکاهی ملا نصرالدین مطالب و اشعار طنز می‌نوشت و مدیر مجله فکاهی لک لک نیز شد. به علت اوضاع ناآرام قفقاز و ایروان، باغچه‌بان به همراه همسرش صفیه میربابایی در سال 1298 خورشیدی از راه جلفا وارد مرند شد. در آن زمان ایران درگیر جنگ جهانی اول بود، عثمانی از هم پاشیده بود و قحطی و بیماری همه جا گسترش داشت. باغچه‌بان در آن زمان 34 سال داشت. او در شهر مرند به آموزگاری مشغول شد و در اواخر اردیبهشت سال 1299 به تبریز منتقل شد. او مدرسه ناشنوایان را در سال 1303 با وجود مخالفت‌های زیاد از جمله رئیس فرهنگ وقت دکتر محسنی در تبریز دایر کرد. این کلاس جنب باغچه اطفال باغچه‌بان در کوچه انجمن در ساختمان معروف به عمارت انجمن تأسیس شد. باغچه‌بان تدریس به ناشنوایان را با 3 دانش آموز آغاز کرد. او در امر آموزش ناشنوایان هیچ گونه تجربه قبلی یا دسترسی به کتاب و مقالات نداشت. در پرتو تجربه شخصی به نقش مهم حس بینایی و لمس اشیا در آموزش زبان به ناشنوایان پی برد. همچنین برای این کودکان بازی‌ها و کاردستی‌های جدید و تزئینات و صورتک‌های گوناگون ساخت. باغچه‌بان از سال 1307 خورشیدی علی‌رغم دشواری‌های وسیع چاپ و کلیشه، چاپ کتاب‌های ویژه کودکان را با نقاشی‌هایی که خود می‌کشید آغاز کرد. یکی از کتاب‌های او با عنوان بابا برفی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید و شورای جهانی کتاب کودک آن را به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد. جبار باغچه‌بان فردی خلاق و دارای ابعاد مختلف بود. او تئاتر را دوست داشت و انجمن تئاتر تبریز را او بنا نهاد. خود نیز نمایشنامه‌هایی برای بزرگسالان و کودکان نوشت که از جمله آنها میتوان به گرگ و چوپان در سال 1308، پیر و تروب و خانم خزوک در سال 1307 اشاره کرد. او آغازگر نمایش کودکان و خردسالان در ایران است. حدود 100 سال از نخستین نمایشی که او با کودکان مدرسه احمدیه در مرند به اجرا گذاشت می‌گذرد. باغچه‌بان در سال 1322 جمعیت حمایت از کودکان ناشنوا را تأسیس کرد و در سال بعد از آن مجله‌ای به نام مجله زبان منتشر کرد که در آن مجله روش آموزشی جدید خود را در اختیار آموزگاران کلاس اول قرار داد. او طی سالها تعلیم و تربیت کودکان به روشی دست یافت که امروز آن را روش ترکیبی می نامند. در روش ابداعی باغچه‌بان، ابتدا تمام کلمه به عنوان کلمه کلید به دانش آموز نشان داده می شود و سپس در قالب آن حرف جدید را به کودک می آموزند. یعنی کل و جزء کلمه را به طور همزمان آموزش می دهند. جبار باغچه‌بان در همین سال کلاس تربیت معلم ناشنوایان را با همکاری دانشسرای مقدماتی در آموزشگاه خود تأسیس کرد و بدین ترتیب اولین گام در تربیت رسمی معلمان کودکان ناشنوا را برداشت.
بعد از تشکیل جمعیت حمایت از ناشنوایان در سال 1322، شادروان باغچبان پیشنهاد داد که جهت ساخت دبستان ویژه ناشنوایان قطع زمینی به مساحت 2000 متر مربع در یوسف آباد در اختیار او قرار دهند. با یاری شادروان احمد زلی، رئیس کمیسیون تقسیم اراضی یوسف آباد، در سال 1324 وزارت دارایی با اهدای این قطع زمین موافقت کرد، مشروط بر اینکه ساختمان دبستان را در عرض یک سال بسازند. اما در آن موقع جمعیت حمایت از ناشنوایان پولی نداشت. در سال 1332 با دعوت رئیس انجمن حمایت از ناشنوایان، شادروان عیسی آبتین و گروهی از رجال و نیکوکاران در یک مراسم جشن شرکت کردند و در جریان پیشرفت سطح یادگیری دانش آموزان ناشنوا قرار گرفتند. رئیس وقت جمعیت شیر و خورشید ایران نیز در این جشن حضور داشت. نمایش پیشرفت کودکان ناشنوا بسیار مورد توجه شرکت کنندگان در این جشن قرار گرفت، به طوری که کمک‌های مالی از جانب شرکت کنندگان به سوی صندوق حمایت از کودکان ناشنوا سرازیر شد. در سال 1334 احداث ساختمان جدید دبستان ویژه ناشنوایان در منطقه یوسف آباد آغاز شد و در سال 1336 به پایان رسید. قبل از تشکیل صدا و سیما و ورود تلویزیون به منازل مردم، فیلمبرداران فیلم‌های کوتاه خبری تهیه می‌کردند و قبل از شروع فیلم اصلی بر پرده سینما نمایش می‌دادند. فیلم مراسم افتتاحیه این بنای جدید بعدها به صورت یک آگهی خبری در یک فیلم سینمایی ساخت ایران مورد استفاده قرار گرفت. از جمله ابتکارات دیگر باغچبان گاهنجار یا گاهنماست که وسیله‌ای برای نشان دادن پستی و بلندی‌های اقیانوس‌ها روی نقشه به کودکان است. همچنین گوشی استخوانی یا تلفن گنگ که نام دستگاهی است که توسط باغچبان ساخته شد. روش کارکرد آن به این صورت بود که شخص ناشنوا با گرفتن میله آن به دندان می‌توانست از طریق استخوان فک صورت ارتعاشات صوتی را دریابد و بشنود. این دستگاه به دلیل بزرگی و عملی نبودن برای حمل و نقل هیچگاه به تولید انبوه نرسید. تأسیس نخستین کودکستان، نخستین مؤسسه نشر کتاب برای کودکان و از سوی سرودن شعر و خلق داستان برای مخاطبان کم سن و سالی که تا قبل از آن به طور جدی مورد توجه نبودند، از جمله ابتکارات باغچبان به شمار می آیند. باغچبان از جمله پیشگامان عرصه ادبیات و کتاب کودک بود که علاوه بر اقدامات اثرگذاری که انجام داد، تأثیر بسیاری بر شاگردان نسل‌های بعد از خود گذاشت. جبار باغچبان، آموزگاری که دنیای سکوت کودکان ناشنوا را شکست، سرانجام در 4 آذر 1345 دیده از جهان فرو بست.